درود به روی ماهاتون، من مهزیارم و به چنل بنده خوش اومدین. ویدیو امروز ردیت. یه چند وقتی بود براتون ویدیو ردیت نذاشته بودم، امروز تصمیم گرفتم براتون ویدیو ردیت بگیرم. و بچه اگه دوست دارین ویدیوتون، پستتون، عکستون، وایستون، تکستون دیده بشه و روش ریاکشن رفته بشه، میتونین برین به ساب ردیت بنده زنا ماسترز و اونجا هرچی دوست دارین برای من پست کنین و تو ویدیوهای ردیتی مثل امروز میبینمشون و روشون ریاکشن میرم براتون، بعد قضاوتشون میکنم براتون. مگه شما قاضی؟ بله. با من کلکل نکو، اول ویدیو میخوام با اعصاب آروم برم به سمت ویدیو. این چنل مزیار سس شعر آمیانه میسازه براتون هر روز. یا علی مدد خوهر مادر محتوى از لس وگاس تا مسترد مهربون و کمی اخمود یوتیوبر مختره نظرات به تخممه اگه سابسکرایب نکنی در میاره این چنل مزیاره. بود جوون ایرانی، درس بخونم، بیخوابی نمیذاره بخوابم، گوشی نمیذاره برم بمیرم، مامانم نمیذاره، هر کاری بخوایم بکنیم یکی نمیذاره. من این سوال دارم، درس بخونم بیخوابی نمیذاره یعنی چی؟ یعنی خوابم میاد و برم بخوابم؟ آره دیگه، چه خری. ببخشید، یه آپوت. اوکی، یکی زده ماشینش اومده یادداشت گذاشته پشت شیشهش. این یادداشت گذاشته من زدم به ماشین دلی که وانمود میکنم که مثلا دارم اطلاعات تماسمو برات میذارم که بهم زنگ بزنی، چون ملت دارن نگاه میکنن، ان شاءالله ماشینتو تعمیر کنی موفق باشی. عجب بی‌ناموسیه. چه روش قشنگی. وای، من یه دیگه دیده بودم، طرف ماشینشو بد پارک کرده، بعد براش کاندوم گذاشتن رو ماشین با یه دونه تکست چسبوندن، گذاشتن نوشتن که لطفا دیگه تولید مثل نکنی، اونم خیلی باحال بود، لطفا همه چی رو ترجمه نکنی. اگمن مرد تخمی. مرد تخمی. میخوام 200 متر زمین بخرم، 2 میلیارد. من اینجا شاشیرم پس برا من حله. من به سگا حسودی نمیشه، من به گربه ها حسودی میشه. تو خونه میخوابن، هیچ کاری نمیکنن، بهشون عشق میدی، غذا میدی، جای خواب میدی، تکس نمیدن، کلا دارن مجانی زندگی میکنن. بعد آخرم بغلش میکنی، مثلا یه دقیقه ازت بغل بخواد، یه دقیقه 10 ثانیه بغلش کنی، یه چکم میزنتت. بلبل بلبلمون خوابه. وقتی میری تو صف ساندیس، ولی به ساندیس نمیرسه. انگلیسی حرف زدنش رو کشته. Here we are very خوب. اصلا oh my fart. ای جانم چند سالشه؟ وای چند سالشه؟ من عاشق اینم. خب به انم، من عاشق اینم. الان خواهرم، مادرم و پسر 7 ماهم. ای جانم، پسر 7 ماهه داری چند سالشه؟ 7 ماهشه. 7 ماهه چند سالشه؟ وای مای وای، میام چند سالشه؟ اسمش چیه؟ اسمش آرتامه. 3 بار میپرسه، این بدبخت مشکل با خندش گرفته، میگه 7 ماه هست. بستره میپرسه. خیلی خوبه عزیزم، یه پسر 7 ماه داری چند سالشه؟ نمیتونم. وقتی داره آرایش میکنه یه هو وارد اتاق میشی. نصف نصفه. چقدر آرایش آدم ها رو تغییر میده، یعنی قشنگ جلل ملقه. یکی آرایش، یکی فیلتر، فیلتری که رو اینستا و تیک تاک هست، پرای آدم میریزه انگه آدم رو تغییر میده. در مقابل غذا 2 مدل آدم داریم. این منم، به خدا این منم. آپوت براتان، وقتی بعد 50 سال تو خونه تکونی کاندوم مصرف شده پیدا میکنی. بزرگ شده تو کاندوم. وقتی تو داره خوابت میبره یه حس میکنی داری سقوط میکنی. وای، یعنی وای حسین کشته شد. قشنگ این 1 هفته اخیر، چون هر دفعه با شکم پر خوابیدم، خوابای مزخرف و قبل از خوابم هر دفعه یه بار اینطوری میشم، احساس کنم دارم یه جایی پرد میشم پایین، خیلی بده. برام سوال شده بدونم هوموفوبا چه حسی داره از اینکه دامبلدور گی هست. حالا من کاری به هوموفوبا ندارم، هوموفوب هم نیستم، ولی اصلا من اینو نمیفهم چرا باید تو هر فیلم و سریال آمریکایی جمع رفیقا همیشه یه دونه سفیدپوسته، یه دونه سیاه‌پوسته، یه دونه آسیاییه، یه دونه روسه یا هندیه، مثلا یه جمع رفیقا ببینی انگار مداد رنگ
هرجیان هر کدومشون یه طوریه. خب همه جمع رفیقا اینطوری نیست، همه اینطوری نیستن که یه جمع رفیق حتما یه رفیق گی داشته باشن، حتما یه رفیق ترانسکشوال باشن، حتما یه رفیق لز داشته باشن. جمع رفیقاشون کلا اینترنشنال از کل دنیاست که به زور مثلا یه سری چیزا رو تو مخ یه سری آدما بکنن. درست تو دوستات ممکنه اینترنشنال باشن، هر کدومشون مال یه کشور باشن، ولی انقدر رنگارنگ نیستن که از هر جای نقطه‌ای که سلکت کردی آوردی برای کاستینگ فیلمت. خیلی مسخره است، من اصلا با این قضیه اصلا حال نمی‌کنم. نمی‌فهمم که چرا باید زوری یا فیک باشه. همه چی به زور نمیشه، نمیتونم، حتما باید یه چیزی رو تو زور تو مغز بچه‌ام بکنم. آقا بزیار بگه بچه داره خفیشو شاید دارم بابا میشم. یکی این، یکی تو مدرسه ابتدایی چرا تو باید یه پرچم LGBT بذاری که چی رو ثابت کنی؟ چرا باید به بچه من بگی این پرچم یعنی که مردها با هم یا خانم ها با هم همخوابی میکنن؟ چرا به بچه دوم ابتدایی من باید در باید چیز جنسی توضیح بدی؟ بی ناموس آخه. وای الان اصلا خود آروم باش، آروم باش، آروم باش، پرش نکن بعد آروم باش. ها اسپنج با بیا بیرون. یه چیزاییه که میگن یا از بی فرهنگی میافتن یا از این ور بوم میافتن یا از اون ور بوم انشو در میارن. یه مش انسان عقب مونده. این هیچی، به بچه ابتدایی دارن هورمون تزریق میکنن. چرا؟ چون بچه فهم کنه من پسر نیستم من دخترم. خود پسر خاله برام بچه‌و فهم میکرد انسان نیست، بابا نوئل. بعد میرفتیم میذاشیم سر کار بزن بابا نوئل کار کنه. بچه اصلا تخیل داره، بزن حداقل 15 16 سالش بشه قشنگ بفهمه که آقا به کجا رسیده واقعا. دقیقاً همینه، نمیخواد پسر باشه، میخواد پسر باشه، نمیخواد دختر باشه، میخواد دختر باشه. بعد شروع کنه هورمون تزریق کردن به بچه. وای حسین گفتم نمیخوام در برای ساعت کنم، باز دارم عصبانی میشم، ولش کنیم بریم بعدی. از مشکلات خرید اینترنتی. وای مگه میشه؟ این لباس بیمارستان برات فرستادن. بستگی داره از کجا خرید کنی. من خرید اینترنتی مثلا سری جا میکنم، برام چیزای خوبی میاد. سری جا مثلا فاجعه افتضاح. علی اکسپرس هیچ وقت نخرید خارج از کشورین. ان میارم بهتون تحویل میدن. وقتی نیست. خدای میشه فقط یه بار دیگه پی ام بده. قول میدم تمام نمازا قضامو بخونم. وقتی پی ام میده مگه نگفتم دیگه شما رو گوشیم نمیدم پدست سنگ. آره دیگه، تا وقتی یه چیزی داریم قدرش رو نمیدونیم، وقتی نداریم قدرش رو مثل بچه ایمونیم دیگه. اسباب بازی که از همون میگیرن و میگیم میخوایمش به اون میدنش میگیم پوتی. سرچ گوگل گوشی ماماناتون رو با اجازه خودش نگاه بندازید، نتایج فان جالبی میگیرید. آهنگ هلتان دادن هلکتانه. دعا برای خوب شدن اخلاق دخترم. چگونه ماسک از روی رفتن چروک صورت کنیم؟ کراش یعنی چی؟ چه ترند خفن و جالبیه. چگونه خواهرشوهر را هرس دهیم؟ چگونه بفهمیم فرزندم دوست پسر داره؟ متن تولد برای دخترم از طرف مادر. نماز نافله عشا یعنی چی؟ یادم رفت نمیدونم. تعبیر خواب مرده پیاز میخورد. شعر لاله لاله. چه ایده خفنیه. بعد این ایده رو بهتون بدم همچی کاری میکنیم بچه ها؟ بله. از سرچ گوگل ماماناتون عکس بگیریم برام بفرستید. خیلی باید خفن میشه. میتونیم چیزایی که قرار نیست مثلا خیلی شخصیه روش خط بکشیم بقیه‌اشو بخونم. خیلی ایده باحالیه. اینو ویدیوش میکنم به احتمال خیلی زیاد. آفوت خیلی باحال بود. من و رفیقم تو تشییع جنازه. اونجا رو ببین. داره آه ناله میکنه. کفش یه سریا خیلی نکتیزه. نه ما تو چشی جنازه به کفش کسی نمیخواد. ما تو چشی جنازه چیکلک نمیشم یه سری چیزا رو گفت. ما به جورابای مردم میخندیدیم. تو فامیلامون یه سری بود همیشه جوراباشون سوراخ بود. نه نگاه میکره بازیمون بود. این نگاه میکره جوراب اونایی که سوراخ بوده پیدا میکره با بچه‌ها همسن خودمون. یادش بخیر. چشی جنازه چه یاد بخری داره. کفشو دوران قبل میگم. پشه‌ها بدون هیچ دلیلی. Let me out, let me out. I've a wife and children. Please, God, please, let me out, please. Just let me out. Get me out of here. I'm in. It's open. پنجره باز اسکل. چکلک. من اگه مامان بشم، من بچم، برو بابات بگو دلم پیتزا میخواد. اگه گفت نه گریه کن. چکلک. بابا منم دلم پیتزا میخواد. امروز پیتزا نه، امروز میخوام ماکارونی بقلم. یعنی واقعا روزی میرسه که حسرت اینجور تیپا تو کشورمون رو نخوریم. آره بچه ها 100% چرا نرسه؟ 100% میرسه، میرسه، بهتون قول میدم میرسه. چقدر کشته داریم. خیلی جالبه، یه روزی هم اینا میرن بعد مثلا بچه هم بزرگ میشن میگن چجوری اون زمان شما زندگی میکردیم بهتون ستم میکردن، چرا عوضشون نمیکردیم؟ ما هم داریم تلاشمون رو میکنیم که عوضشون. به هر حال ان تو روحشون. میریم بعدی. ببخشید ان کلمه زشته. پی پی
کلکل دخترها پسرای دهه 80. من 7 سالخ دخترم سه بهم میگه پسرا پنیران دست بزنی میرینن. دست بزنی میمیرن، ببخشید نمیرینن. دخترها موشن مثل خرگوشن، پسرها تیزن مثل شمشیر. درست گفتم، پسرها تیزن مثل شمشیر. یادم نمیاد. معلم، این درس خیلی مهمه، حتما تو امتحان ازش سوال میاد. کسی سوال نره، من و رفیقام تو ردیف آخر. داداش عدد بگو. این چی اسمش؟ این چی بود؟ وای تو رو خدا بچه ها، اگه یک کسی میدونه بهم بگه اسم این، چون میخوام سرچ کنم ببینم چجوری بعد ازشون ساخت. تری میگفتی 1, 2, 3, 4, 5, 6. یه جاش عدد بود و یه جاش گیم بود، به هم میگفتیم و یه کاری بکنیم. یادش بخیر، جان بچه تون به من بگین این چیه. چیکلیک لیک آبود. یه دن دیگه هم داره، وقتی موقع امتحان معلم میاد بالا سر تو، بعد از اینکه برگه تو رو میبینه بقیه میگه بچه حواستون باشه سوالا رو با دقت بخونه. این یعنی 100% یه جا ریدی، 100% یه جا ریدی. کف کردن قیافه. کی گفته عقاید همه محترمه؟ من به عقاید کسی که زن رو ضعیف میدونه احترام نمیذارم. ضعیف منظورتون چیه؟ فیزیکی؟ اگه فیزیکی مرد و زن رو داری مقایسه میکنین، خب مردها قوی تر از زنان کلی. الان نهی بگی نفر اول MMA زن رو بیارم پارت کنه، خب معلومه یه چک بزنه من تا پس فرات به خواب فرو میرم. منظور من اینه که بیولوژیکی مرد و زن، مردها اصولا اکثریت کره زمین رو بخوام در نظر بگیریم قوی ترن. مگه به جز کره زمین آدم جای دیگه هم هست؟ خفخون. ولی این کلا بخوام بگی ضعیف ضعیفه، خب نه اشتباهه، تو گو میخوری اصلا همه چیزی نیست. ولی فیزیکی خب یه چیز علمیه دیگه. یعنی چی؟ خب فیزیکی اکثریت زنها ضعیف‌تر از اکثریت مردها هستن. اگه اینطوری نبود، یعنی همه چی برابر بود، المپیک زن و مرد رو جدا نمی‌کردن، باکسینگ زن و مرد رو جدا نمی‌کردن، دو میدانی زن و مرد رو جدا نمی‌کردن، می‌ذاشتن همه با هم مسابقه بدن. مثلا فرض کن راکو بیاریم، بیام راکو ولکم مایک تایسون رو بیاریم با یه بوکسر زن بگیم با هم مسابقه بدن. آره دیگه اینطوری. این هم اصلا نه آپود نه داونود، چون که نمیدونم منظورت چیه. فکر کنم بدونم منظورت چیه. منظورت اینه که نمیدونم. وقتی مامانت میگه به هیچ کس نگو. خبر فوری بی بی سی نیوز. منو دوستم بدون هیچ دلیلی. این من مهدی. بچه ها همین بود دیگه، این ویدیوی ردیت ما بود. خیلی خوشحال شدیم که با ما همراه بودین. همین دیگه بچه ها، سابرایت رو براتون گذاشتم چکلک لک اینجا. اگه دوست داشتین هر چی دلتون خواست میتونین برین اونجا آب کنین. و اینکه بچه ها اگه دوست داشتین میتونین استوری گوگل مامانتون عکس بگیرین بعد بفرستین برای اینستاگرام. البته حتما نباید مادرتون باشه، میتونه پدرتون و یا هیستوری گوگل خودتون هم باشه، بفرستین به اینستاگرامم هم. و اینکه همین دیگه، عشق منی عشق گرید، من برم بوس به کلهتون. خدافظ. Cranking up the bass and hide in the graves of the kids who went to space. Can't beat so hard to make your motherfucking face cramp. Fuck dancing, we gon' turn this party to a wasteland. Mosh pit popping out, pride pop a socket. If you think I'm finna stop, you should probably check your optical smosh. Motherfucker, know they shit ain't optional. Someone better end up in the